در این قسمت از آموزش طراحی پارامتریک با برنامه گراسهاپر برای این بخش میخوایم یک مروری داشته باشیم روی مؤلفه هایی که تو بخش لیست تا اینجا کار کردیم. گفتیم مهمترین مؤلفه های ایجاد لیست یا یکی از مهمترین مؤلفه های ایجاد لیست تو قسمت سیتس مؤلفه سریس که این مؤلفه داره شروع لیست ورودی اسش، ان فاصله گام های لیست و سی تعداد آیتم های درون یک لیست رو تعیین میکنه. کاربرد های مختلفی هم داره. مثلا اگر یک کاربرد معماری شد توی جابجایی طبقات در نظر بگیریم، میتونیم بگیم S شروع طبقه، N ارتفاع هر کدوم از این طبقات و C تعداد طبقاته. اگه بخوام یک مثال معماریشو بزنیم. خب گفتیم که ما با داشتن یک مؤلفه سریس میتونیم یک لیستی از اعداد تولید کنیم. یعنی یک لیستی از مجموعی از آیتم ها تولید کنیم و هر کدوم از این آیتم ها میتونن مختصات یک نقطه باشن دیگه. یعنی بس من با استفاده از سریس میتونم مثلا 10 تا نقطه ایجاد کنم یا 20 تا یا هر چند تا که دلم بخواد. بس میام از قسمت وکتور گزینه پوینت رو انتخاب میکنم، میدم به جهت ایکسش و همجور که ملاحظه میکنید تو جهت ایکس به فاصله 1 متر 10 تا نقطه گذاشت و همین میتونیم توسعهش بدیم، مثلا بدیم به قسمت ایگرگ مختصات x و y داشته باشیم. اولی که 0 و 0، دومی 1 و 1، بعد 2 و 2، 3 و 3 تا آخر. و تو مرحله بعدی در مورد ترکیب داده ها هم صحبت کردیم که ما جلوتر هم دوباره در موردش صحبت میکنیم. گفتیم بعضا ممکنه ما بخوایم یک شبکه ایجاد کنیم یا شبکه از نقاط ایجاد کنیم. یکی از روش های راحت برای ایجاد یک شبکه نقاط استفاده از گزینه های ترکیب داده است که تو این قسمت است. کراس رفرنس، لانگ لیست و شورت لیست. کراس رفرنس انتخاب میکنیم. کاری که کراس رفرنس بر ما انجام میداد هر کدوم از این آیتم ها رو به تعداد آیتم های مقابل خودش جمع میزد، ترکیب میکرد بهش، یعنی در واقع اسلام وصل میکرد به خودش. مثلا برای مثال این مجموعه اعداد، اینم این مجموعه اعداد. الان نگاه کنید من دو تا مجموعه اعداد دارم دیگه، یکی اینجاست یکی هم اینجا. خب کراس رفرنس چیکار میکنه؟ میگه این به این، این به این، این به این تا آخر. مثلا میبینید اینجا رو چقدر اعداد تولید کرد؟ 99 تا. یعنی تک تک این آیتم، یعنی آیتم اول رو به همه این در نظر گرفت، دوم به همه این، سوم به همه این، چهارم به همه این. و اینجا میتونید نگاه کنید، نگاه کنید 0 رو نگاه کنید چند بار تکرار شده، به تعداد آیتم ها تکرار شده، 10 تا آیتم بوده دیگه، چون از 0 شروع میشه شماره 9 اینجا خورده. بعد نگاه کنید شماره 1 و تا آخر. و الان همین رو ما میتونیم به راحتی اتصالش بدیم به قسمت X و قسمت Y، یک شبکه از نقاط داشته باشیم دیگه. حتی این شبکه از نقاط رو ما میتونیم بیایم تو محور Z هم ایجاد کنیم، یعنی بیایم تو دید سه‌بعدی این شبکه. الان میخوام یک شبکه سه‌بعدی از نقاط داشته باشم. برای این کار برای قسمت Z هم میتونیم یه همچین حالتی ایجاد کنیم، یعنی اینو بهش بس کنیم نقاطمونو. درسته. الان برای اینکه مقدار عددهای زدم به تک تک این نقاط در نظر گرفته بشه، کافیه که روی این کلیک کنم و گزینه گرافت رو انتخاب کنم. و اینجا میبینید به همین صورت یک شبکه از نقاط داریم. کاری که گرافت میکنه چیه؟ یه جورایی مثل همین کراس رفرنس عمل میکنه. گرافت ما در مورد خودش جلوتر صحبت میکنیم، این کار رو انجام میده. فرض کنید که من یک لیستی دارم، درسته، یک لیستی هست و یک عالمه آیتم اینجاست تا 10 تا آیتم، از 0 شروع شده تا 10. الان ساختار داده این میشه یک لیست 10 آیتم. برای مشاهده ساختار داده گفتیم که از قسمت پارام ویور میدیم به این و اینجا میبینیم یک لیست 10 تا آیتم. گراف میاد اینو برعکس میکنه، میگه که الان شما 10 تا شاخه داشته باش یه دونه آیتم. اینجا رو نگاه کنید، الان ساختار داده رو میذارم به این. الان این ورودی رو گرفتش میکنم تو قسمت سیتس گزینه گرفت، هم میتونم اینجا کلیک راست کنم این کار انجام بدم، هم خودم بیام گرفت انتخاب کنم و میدم به این. و الان چه شد؟ نکنه شده 10 تا شاخه هر کدوم یه دونه آیتم. و الان تک تک این اعداد میان ترکیب میشن به کل مجموعه، کاری که گرفت میکنه، چون دیگه این تک لیست دیگه، این تک لیست این به کل آیتم های این، تک لیست این به کل آیتم ها و تا آخر. و در نتیجه یک شبکه از نقاط رو با این روش میتونیم ایجاد کنیم.
به هر حال وقتی که شبکه را ایجاد کردیم، تو ادامهش دیگه میتونیم این نقطه رو بدیم به هر شکلی که وظیفه دریافت یک نقطه را داره به عنوان ورودی. مثل چی؟ مثلا تو قسمت سرفیس ها مثلا اسفر کره بدیم به این. الان یک کره مجموعه بزرگی از کره ها رو داخل این شکل داریم. شعاعش هم که میتونیم کم کنیم دیگه. چون قبلا در مورد این صحبت کردیم، ما یک سری بودیم بحث رو رد کردیم. پس به طور کلی مؤلفه سری اس امکان ایجاد مجموعی از لیست ها رو به ما داره که میتونیم ازش مجموعی از نقاط تولید کنیم، مجموعی از شکل های موف شده یا کپی شده استفاده کنیم و کارهایی که از این دست با استفاده از این مؤلفه میتونیم انجام بدیم. تو مرحله بعدی کار با لیست، مؤلفه دومی که ما در موردش صحبت کردیم مؤلفه دومین بود. این تو قسمت sets range، یعنی ایجاد دومین یا دامنه های عددی. گفتیم ورودی دیش وظیفه دریافت یک دامنه عددی داره که به طور پیشفرض از 0 تا 1. ورودی n تعداد گام ها رو مشخص میکنه و گفتیم ورودی n این با ورودی سی مؤلفه سریس یه تفاوت داره. مؤلفه سریس شما هر عددی که بهش بدید به تعداد همون آیتم تولید میکنه. 10 تا آیتم نها کنید، 10 تا آیتم هم داریم. بدیم اینجا اون 10 تا آیتم هم داریم چون از 0 شروع شده دیگه. اما ورودی n تعداد گام هاست، یعنی شما اینجا وقتی میدید 10 در واقع 11 تا عدد داره تولید میشه. چرا نها کنید بزرگش کنم؟ به خاطر اینکه گام ها اینجوری شمرده میشن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. میبینید 10 تا درسته، ولی چند تا آیتم دارید شما؟ 11 تا. میتونید بشمارید، نگاه کنید 1 3 از 0 شروع شده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 11 تا. پس دقت کنید جاهایی که از سریس استفاده کردید بعدا خواستین ازش از رنج استفاده کنید، ادامش حتما به این حجم آیتم ها توجه کنید که بعضا لازم اینجا رو مثلا بکنیم n منهای 1 یا x منهای 1. الان این عدد رو برای ما تولید کرد. از 0 تا 1 که ورودی دی بوده تو چند تا گام گذاشت؟ 10 تا گام عددی توش قرار داد. برای من اینو میتونم مثلا بدم به پوینتم، درسته؟ یعنی بیام از قسمت وکتور بده، من اینا رو مخفی کنم. بیام تو قسمت وکتور پوینت رو انتخاب کنم، میگم این پوینت توی تاپ. ببینید به همین راحتی این مجموعه از اعداد رو تولید کردیم. اصل کار ما تو گراسهاپر با همین لیست هاست. اینا رو اگه ما بتونیم قشنگ درک کنیم کل نصف از کار ما انجام شده. خب حالا تو مرحله بعدی من شاید دلم نخواد این نقاطی که الان اینجا تولید کردم یک دست باشن، میخوام ابعاد متنوعی داشته باشن. برای این کار مؤلفه‌ای که معرفی کرده بودیم مؤلفه رندوم بود که تو قسمت set هم قرار داره دیگه. این تو قسمت set مؤلفه رندوم. ورودی r دامنه رو از ما میخواد، ورودی n تعداد اون حجم آیتم هایی که داخلش هست رو از ما میخواد، میگیم مثلا 6 تا. ورودی s هم درصد چینش رو میخواد، ما مثلا میگیم والا 5 میذاریم، بعد میتونیم عوضش کنیم. و الان اینو میدم به نقطه. الان عددی که تولید شده میبینید با استفاده از مؤلفه رنج بین این لیست هایی که داشتیم، این تک لیستی که داشتیم، به تعداد آیتمی که اینجا مشخص کردیم 6 تا نکنید، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و تا آخر مجموعه ایجاد کرد. حالا میتونیم کمش کنیم، یعنی تعداد این آیتم ها رو کم کنیم. خب میبینید بکنیمش 3 تا و S درصد چینش اینا رو کم کنیم، نحوه چینش اینا عدد ها رو. اولی که 0 زیاد تأثیری نداره، ولی تو 1 دهم خیلی تأثیر داره. پس با رندوم هم میتونیم عدد های مختلف ایجاد کنیم. حالا برای اینکه کاربرد بهترش رو بتونیم نگاه کنیم میتونیم چیکار کنیم؟ بدیم من اینو یه کپی ازش بگیرم پاک نشه. بیایم تو یک عدد خالی این کار انجام بدیم. اینو مخفی کنم. مثلا بیایم روی خود دامنه این کار انجام بدیم. یه دامنه خیلی ساده.
بدیم به این. الان میبینید دیگه سه تا آیتم بین 0 تا 1 این عدد رو چید. حالا که بیشترش کنیم. حالا اینو میدیم به نقطه جهت x. میبینید الان برخلاف حالت قبل که ما نقاطمون یک دست بود، اینجا با سازه رندوم ما یک مجموعه تصادفی از اعداد تولید کردیم و اینو دادیم به مؤلفه نقطمون. مؤلفه دیگه ای که برای ایجاد لیست ها توی این بخش ما کار کردیم، نمخفی کنم، مؤلفه فیبوناچی بود که کافیه که با تایپ انگلیسیش یا از قسمت ست انتخابش کنیم. مؤلفه فیبوناچی. خب گفتیم ورودی A و B این مؤلفه عددها رو از ما میگیره و ورودی N هم حجم داده، حجم اطلاعاتی که قرار تولید بکنه رو مشخص میکنه. برای مثال من میگم 2، بعدی هم میگم 2. اینو میدم به این، اینو میدم به این. چند تا عدد تولید کنه؟ حالا همین 10 تا. و اینجا هم این لیست رو بهش میدم. اول عدد رو نگاه کنیم بعد نقطه. فیبوناچی تو اون بخش تعریفش رو کردیم. گفتیم مؤلفه ایه که یک لیستی رو تولید میکنه که لیستش برابر جمع دو عدد با هم دیگه است، یعنی عدد A و عدد B. نگوین عدد A عدد B می نویسه میشه 2 و 2. لیست بعدی از جمع عدد قبلی به دست میاد، 2 با 2 میشه 4، 4 با 2 میشه 6، 6 با 4 میشه 10 و تا آخر. و یک لیستی رو به ما از اعداد تولید میکنه و الان من این لیستی از اعداد رو میتونم اتصال بدم به تو قسمت وکتور، بیام تو قسمت پوینت، بدم مثلا به یک نقطه. اینجا میتونید نگاه کنید دیگه. یه همچین عددی رو با استاد مؤلفه یا همچین لیستی از نقاط رو با فیبوناچی ایجاد کردیم. یا حتی بدیم به گزینه دیگهش، ایگرگش. توی نما ببینیمش. درسته. این مخفی کنیم. پس فیبوناچی گفتیم چیه؟ گفتیم که دو تا عددی که ما بهش میدیم و به عنوان A و B در نظر میگیره، عدد بعدی از جمع عدد قبلی به دست میاد. رندوم گفتیم برای ایجاد یک مجموعه از اعداد به صورت تصادفی استفاده میشه که ورودی R اون دامنه عدد از ما میگیره، ورودی N اون فاصله رندوم یا این تعداد آیتم هایی که قراره اینجا مشخص بشه رو مشخص میکنه و ورودی S هم درصد چینش رو مشخص میکنه و رنج و سریس هم که قبلا در مورد صحبت کرد. خب مؤلفه دیگه ای که میتونیم در مورد صحبت کنیم ترکیب همین لیست هاست، یا میتونیم یه موقع مثلا یک لیستی از اعداد من تولید کردم، این امکان برای من وجود داشته باشه که بتونم این اعداد رو کمم بکنم. خب گفتیم روش های کم کردن، یک همون ساده ترین روش هاش همین استفاده از عملگرهای ریاضی بود. اما ما در مورد fx صحبت کردیم که گفتیم میتونیم با استفاده از fx خودمون حتی فرمول هم بنویسیم. برای مثال من الان یک دامنه تولید میکنم اول، از قسمت ست هم یه مؤلفه رنج استفاده میکنم. این دامنه ای من، دامنه ای من مثلا میخوام بین عدد 4 تا 4 منفی باشه، از منفی 4 تا خود 4. برای اینکه این 4 رو منفی کنم یا باید بیام اینجا کلیک راست کنم این عدد رو بکنم منفی 4 اون صفر رو، یا بیام اینجا کلیک راست کنم قسمت فرمول نویسی بگم هر چی که تو هستی منفی همون در نظر بگیر، این منفی x 4 میشه منفی 4 دیگه، هر عددی که اینجا بود بکنش منفی. ورودی n هم حجم داده ای من مشخص میکنه، میگم مثلا 15 تا عدد میدم به این. الان دامنه رو میبینم، این در واقع لیستی که تولید کردم رو مشاهده میکنم، این عدد ها از توش تولید شد. خب من الان میخوام این فرمول نظر بگم، میخوام بگم که شما رو من میخوام بدم به جهت x، یعنی اگه نقطه باشه میخوام بدم به جهت x، اینجا این نقاط تولید بشن. میبینید منفی 4 مثبت 4 نقاط ایجاد شدن. میگم برای ایگرگ میخوام نصف همین نقاط در نظر گرفته بشه،
یکی از کارها این بود که بیایم تو قسمت مس تقسیم استفاده کنیم، بگیم آقا شما هر چی هستی مثلا تقسیم بر دو شو، یا بهترین روش یا یکی از بهترین روش ها اینه که بیایم از fx استفاده کنیم، بگیم که x که شما باشی ورودی رنج باشه، هر چی هست تقسیم بر دو کن. یعنی فرمول بهش بنویسیم x تقسیم بر دو و بدیم به ورودی f. و الان عددی که تولید کرده رو میتونیم نگاه کنیم. میبینید؟ اولی چند بود؟ 4 بود دیگه. تقسیم بر 2 شد 2. و الان بدیم به جهت ایگرگ. یه خط اوریب به دست اومد. یا اصلا کامو بریم جلوتر. تو قسمت فرمول نویسیش بنویسیم x هر چی هست مثلا ضرب در یک عددی بشه. یا مثلا به توان 2 برسه. میبینید؟ یه همچین سهمی از توش ایجاد شد. یا هر فرمولی که فکر میکنید اینجا هست میتونید جا بدید. حالا یا فرمول های مثلثاتی یا فرمول های ریاضی، فرق نمیکنه. بس این امکان هم وجود داره که لیست ما رو کنترل کنیم با استفاده از یا عملگرهای ریاضی یا مؤلفه fx. توی مرحله بعدی ما الان میخوایم همین کار رو روی دو تا متغیر مثلثاتی انجام بدیم. مثلا من یه کپی از این بگیرم، کنترل سی و کنترل وی. درسته؟ این فرمول های مثلثاتی هم کافیه فقط سرچ کنیم، اون چیز خاصی نداره. یعنی تو اینترنت سرچ کنیم انواع فرمول ها هست، میتونیم اونا رو بنویسیم. یعنی بعضی از شکل ها مثل سهمی، مثل مثلا هایپربولا ها یا اینا، فرمول هاش داخل خود سایت یا اینترنت هست. مثلا برای این یه فرمول، برای اینم یه فرمول. مثلا برای این بنویسیم سینوس x، برای این بنویسیم کوسینوس x. حالا مثلا ببینیم چه شکلی به ما میده. ورودی f، ورودی f. و الان اینو میدیم به دو تاش دیگه، این میشه به x، اینم که برای y. حالا اینو من بازش میکنم، میبینید یک شکل کاملا دایره ای داد، کاملا گرد. این باعث از این فرمول های ریاضی یا مثلثاتی شما میتونید انواع شکل ها یا حالت ها رو ایجاد کنید. کافیه که یا تو اینترنت سرچ کنید شکل هایی رو که میخواهید، فرمولاشو وقتی به دست آوردید داخل اینجا قرار بدید. نرم افزار بلندر هم یک سری از این فرمول های آماده رو داره. تو سایتش اگه برید این فرمولا داخلش هست بعضیاشون، ولی بعضی از شکل ها. برای مثلا مرحله بعدی میتونیم مثلا یه فرمول دیگه هم حتی برش استفاده کنیم. مثلا این بار بگیم که این دفعه مثلا x ضرب در کوسینوس x. برای اینم بنویسیم x ضرب در سینوس x. و الان این شکل رو نگاه کنید، میتونید پرسپکتیو یا حالت مارپیچ برای این شکل ایجاد شد. میبینید x در کوسینوس، x در سینوس که این شد x و y. برای زدش که اینو بیاریم بالا ما یه حالت مارپیچ دیگه. درسته؟ این ورودی آر رو میدیم، میبینید یه همچون مارپیچ از توش در اومد. و با اینترپولیت به راحتی میتونیم برای این سطح ایجاد کنیم دیگه. این اینترپولیت، این دیگه خط به همین راحتی ایجاد شد. خب توی مرحله بعدی ما حتی گفتیم که از fx میام تو قسمت set، نه mass fx، گفتیم ما از fx این امکان رو داریم که فقط جواب عددی تولید نکنیم. نکنید اینجا فقط یک جواب عددی تولید نکنیم، بلکه حتی بیم جواب‌های شرطی ایجاد کنیم. کدوم مؤلفه جواب‌های شرطی به ما میداد؟ مؤلفه‌های مثل این.
تو قسمت ریاضیات این مؤلفه های مقایسه ای، کوچکتر از، بزرگتر از، مساوی یا اند و نات و اور، اینا مؤلفه هایی بودن که به ما جواب های شرطی میدادن. تو بعضی از مواقع یا تو جلوتر ما مثلا با مؤلفه های کول پترن آشنا شدیم یا کول ایندکس آشنا شدیم. اینا مؤلفه هایی هستن که، یا دیسپچ، مؤلفه هایی هستن که در واقع یک لیست رو بر مبنای جواب درست و غلط یا متغیرهای منطقی انتخاب میکنن. برای ایجاد جواب‌های درست و غلط میتونیم بیایم از این مؤلفه fx استفاده کنیم. یعنی چی؟ مثلا ما میتونیم با استفاده از این فرمول نویسی دو تا عدد رو با هم دیگه مقایسه کنیم. مثلا بگیم اینجا 5، برای فرمول این دیگه فرمول ریاضی ننویسیم، یه فرمول مقایسه‌ای بنویسیم. بگیم مثلا x که یعنی همین 5 آیا بزرگتر از، علامت بزرگتر براش می‌ذاریم، 3 است. بدیم به این و اینجا جواب نگاه کنیم. جواب درسته، true. و از اینجا با اساس fx ما میتونیم یک عملگر مقایسه‌ای هم برای شکل تولید کنیم. حالا کجاها کاربرد دارند یه همچین کارایی؟ مثلا بیایم مثلا یه شکلی رو مثلا ایجاد کنیم، با مساحت یابی این کار انجام بدیم. یعنی چی؟ من بیام یه تو قسمت راینو یه سری مساحت تولید کنم یا یه سری شکل تولید کنم. خب کرو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، چون همه این شکل ها رو میخوام مولتیپل کرو انتخاب میکنم، میدم به این. خب الان این مجموعه شکل داخل این ثبت شده. خب من میخوام اینا رو مقایسه کنم بر مبنای مساحتشون. خب یعنی چی؟ میام از قسمت set mass fx انتخاب میکنم، چون مساحتشون میخوام پیدا کنم. میام از قسمت surface area رو انتخاب میکنم. area کاری که انجام میده یک، مرکز شکل رو پیدا میکنه، و دو که ورودی اش باشه مساحت رو با ما میده. میدم به این. الان میام مساحت ها رو میخونم، بیان چقدر مساحت من دارم. میگه شکل شماره 0 تو 88 مثلا مساحتش این 2.5، این 12، 4، 7. خب من یک مقداری رو خودم به عنوان پیشفرض میگیرم، اینو میدم به x. یک مقدار یا یک عددی رو من به عنوان پیشفرض برای این در نظر میگیرم، مثلا میگم 4. یه فرمول براش مینویسم، میگم x کوچکتر از 4 است یا نه. میدم به این. الان جواب میبینم، جواب فالس فالس، ترو ترو ترو، تا آخر ترو و آخری هم فالس. اونده چیکار کرده؟ اومده آیتم شماره 0 رو، یعنی شکل شماره 0 رو اومده گفته که آیا از 4 بزرگتر است یا نه. گفته نه، کوچکتره. بعد شکل شماره 2، 2.5 از 4 بزرگتره، مثلا شاید 12.5 از 4 بزرگتره و الی آخر، و اینا رو بر مبنای درست و غلط برای ما اینجا تنظیم کرد. میبینید؟ خب الان میام از قسمت sets یکی از مؤلفه رو انتخاب، مثلا مؤلفه cool pattern، یه مؤلفه ای که ورودیش یک متغیر بولین میخواد، این 0 و 1 میخواد یا درست و غلط. میگیم از این مجموعه کرو ها بده به این، اینم بده به این. میگه این لیست رو، یعنی این کل شکل رو بر مبنای مساحتشون انتخاب کن، که فرمولی که ما اینجا نوشتیم. این میاد نگاه میکنه بر مبنای چیزی که ما داریم دیگه، گفتیم دو تا غلطه، بقیه درستن. ما انتخاب کرده، یعنی میگفته این سه تا شکل بهت برات درسته. خب من الان بعد میگم که آها همین سه تا شکل رو برام اکسترود کن مثلا، یا هر تغییری که مد نظر من روش اعمال کن. میدم به این جهت، میدم محور زد و اینجا اکسترود میتونم ببینم. میبینید؟ با این روش ها ما به راحتی میتونیم روی هر نوع مؤلفه ای کار کنیم. حالا بستگی داره اون شرطی که شما تعیین میکنید. حالا شرطی که ما اینجا تعیین کردیم مساحت بود مثلا. حالا شما میتونید هر شرط دیگه رو غیر از این تعیین کنید یا بلد هستید. خب اینا رو مخفی کنیم. بس fx هم میتونه روابط ریاضی، روابط مثلثاتی و روابط شرطی رو برای ما تولید کنه و برای ساخت پترن فوق العاده مهمه. این فوق العاده برای ما کاربرد داره این مؤلفه. خب برای قسمت بعدیش
میتونیم توی گفتیم که ما حتی میتونیم از یک مجموعه از شکل ها اون آیتم هایی که خودمون میخوایم هم حتی انتخاب کنیم. یعنی اگه من روی این کلیک راست کنم ست مولتیپل کر رو انتخاب میکنم چون چند تا شکل دارم، درسته؟ دیگاست. گفتیم که اگه بخوام آیتم مورد نظرم از یک لیست رو انتخاب کنم، میام تو قسمت sets list و list item. کل لیست من میگم اینه، بهش میدم. چه آیتمی رو میخوام؟ میگم آیتم شماره 3 رو میخوام مثلا. میدم به این. بله اینجا آیتم شماره 3 انتخاب شده، میبینید رنگ سبز شده. و بعداً حالا هر روشی که بلدم، مثلا میخوام اکسترودش کنم. میام تو قسمت surface preforms اکسترودش میکنم. تو جهت زد. یا حالا هر تغییر یا هر اعمالی که فکر میکنی لازمه روی شکل اعمال میکنیم. بس هر وقت از یک لیست بخوایم آیتم های اون رو انتخاب کنیم، میتونیم بیایم از لیست آیتم استفاده کنیم. حالا لیست آیتم مثلا اومد یکی یکی اقدام میکرد، حتی با اضافه کردن این ما میتونیم مثلا بیایم آیتم دوم هم همزمان با اون انتخاب کنیم، ما یعنی شیفت نگه داریم بدیم به این دو تا شکل باشه و الی آخر. خب من این دوباره از میکنم همین که هست. خب بغیر از لیست آیتم برای ویرایش لیست من یه مؤلفه دیگه هم میتونم استفاده کنم. مثلا بیام از لیست sets لیست، از اسپلیت لیست هم حتی میتونم استفاده کنم. یعنی یک لیست رو بر مبنای شماره آیتم تقسیم بندی کنم. یعنی میگم این، میگم از شکل شماره 4 تو قطع شو. یعنی خودش به دو قسمت تقسیم شده دیگه. میبینید یکی الان میدم به این. پرویو میذارم ببینید. از لیست شماره 4 شکل قطع شد و دوباره کپی میگیرم، مثلا اینو یه عدد دیگه میدم، اینو میدم به این، مثلا برای این عدد بزرگتر میدم 10. میبینید این باز باز این روش های یعنی مؤلف هایی که اینجا هست که ما در موردش صحبت کردیم به راحتی میتونیم خود لیست هم مدیریت کنیم. اگه تک آیتمش رو بخوایم میشه لیست آیتم، یا چند تا آیتم رو تو ورودی بخوایم لیست رو بخوایم بر مبنای شماره ایندکسش جابجا کنیم، اسپلیت لیست اینجا خیلی کاربرد داره. و اگه بخوایم لیست حرکت بدیم شیفت لیست کاربرد داره. خود لیست رو بخوایم داشته باشیم لیست لینکس کاربرد داره. بخوایم لیست رو معکوس کنیم ریورس هست و گزینه‌های دیگه. دلیل اینکه ما در تون تون میگیم چون اینا رو ما قبلا در موردش مرور کردیم، فقط جهت یادآوریه. خب دیگه چه مؤلفه‌ای رو میتونیم اینجا مثلا کار کنیم؟ مثلا مؤلفه دیسپچ، چون که خیلی برای ما مهمه توی ساخت پترن ها یا تفکیک قائل شدن توی لیست ها. مثلا من همین کر رو در نظر بگیریم، یک کپی ازش بگیرم، همین مؤلفه، اینو پاکش میکنم، اسپلیت هم پاک میکنم. خب میام تو قسمت ماس اف ایکس، میگم این کرف ها رو میخوام یه شرطی تولید کنم برای مبنای مساحت. بس میام از قسمت سورفیس اریا میدم به این، اینم میدم به این مساحت ها. دوباره همون فرمول قبلی رو اینجا باش می‌نویسم، میگم x بزرگتر از 4 میدم به این. خب الان میام تو قسمت sets list و dispatch. لیست من کدوم میگم؟ این مجموعه. نوع پترن ها بر مبنای مساحت تعیین کردم این میشه. میدم اینجا نگاه میکنم. مؤلفه لیست دیسپچ هم یه جور کار مثل کول پترن انجام میده. یک لیست رو میگیره، ورودی پیش بر مبنای جواب درست و غلط اون رو انتخاب میکنه. اما کول پترن فقط جواب درست با میده، اما دیسپچ هم جواب درست این ورودی A و هم جواب غلط رو به ما میده. که برای همون نگاه کنید الان میدم به این جواب های درستم. یعنی شکل هایی که اینجا هستن، نکنید این شکل هایی که مساحتشون بزرگتر از 4 ورودی A میشه این دیگه بزرگا دیگه، و شکل هایی که مساحتشون کمتر از 4 میشه ورودی B. میبینید دو تا شکل دیسپچ و مساحت بهش میدم، یا کنید الان مساحت بهش میدم، ببینید این شکل ها مساحتشون بزرگتر از 4 بزرگا، این شکل ها مساحتشون کوچکتر از 4. همون کار کول پترن که ولی با این تفاوت که من هم جواب درست و هم جواب غلط لیست خودمو دارم.
در کل تو این بخش تا حالا ما مهمترین مؤلفه هایی که لازمه که حتما بدونید و مرور کردیم. مؤلفه دیسپچ خیلی مهمه برای ما. اسپلیت لیست، لیست آیتم. در مورد FAX که فوق العاده مهمه و در مورد مؤلفه شیفت لیست چون به تعداد در موردش صحبت کردیم دیگه تو این بخش صرف نظر میکنیم. و کول پترن و کول انس. و در مورد مؤلفه هایی مثل ویو، کامباین، سیف پترن جلوتر در موردشون صحبت میکنیم و پیک چویس. برای این قسمت خسته نباشید.